علی جان شادی جان سلام، حالت چطوره؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبی؟ منم خیلی خوبم. میبینی که بله مثل شادی منم مثل علی. باشه. امروز یه مهمون خوب داریم، خوب از دوستای من و خودت هم دیدیشون میشناسیشون، مازیار شاهچراغی که حالا علاوه بر کارهای دیگه ای که انجام میده کارگردان تئاتر هم هست و فکر کنم که اومد. سلام به همه. سلام علی جون. حالت چطوره؟ قربانت، من خیلی خوبم. تو هم خیلی خوبی؟ منم خیلی خوبم از همیشه بهتر. عالی شد. خوش اومدی مازیار جون. قربانت تو، مرسی عزیزم، مرسی از شما که من دعوت کردین. خوشحالم چطورم مازیار جان. میگم عجب بک‌گراند با حالی داری اون پشت. همه پشت هست، رنگ و با رنگ و گیتار و همه چی. چه خبره؟ چشای تو قشنگ میبینه. این یه رنگین کمونه، نمونه، نشونه دایورسیتیه، نشونه تنوع سلیقه هاست. چرا خوب، گیتار هم میزنی؟ گیتار دارم ولی نمیزنم دیگه. گیتار یه 10 سال پیش که بهم کادو داد، یه سالی هم باش ترسیده کردم ولی بعد دیگه بسرم سر رفت نزدم. ای واقعا من از این گیتارا دارم، کنار خونه است. گیتار کلاسیک. منم داشتم راستش بخوام، موقعی که سبا بچه بود میدادم بهش که به موسیقی علاقه من شه، با اون بازی میکرد. واقعا فقط 4 تا آکورد یاد گرفتم و اون همونجا کنار خونه بود. اتفاقا من چند سال پیش که این گیتار خریدم، ایرانم بودم، ایران یه سی دی خریده بودم که درس میداد چجوری گیتار بزنی. بعد آوردم سیدی رو گذاشتم تو کامپیوتر، اومد ادامه دیدم لهجه اسپانی داره کسی که داره گیتار یاد میده. عالیه، خیلی اسپانیا خوب گیتار یاد میدن احتمالاً. آره منم همینو فکر می‌کنم. من میگم حالا که هممون گیتار نمیزنیم با هم دیگه یه بند گیتار درست نکنیم. فکر کنم بهترین بند دنیا بشه. آره، یه بند عالیه که گیتار نمیزنیم. خب حداقل اسپانی که میتونیم صحبت کنیم اون موقع. اسپونی. من یه رفیق خیلی خوب اسپونی دارم ولی فقط یه چیز اسپونی برادم. میگه که دادا کوزای. و تایید گرفتم که درست بود. لحشم خوبه. اوکی. ولی مشهدی تا دلتا بخواد یاد دارم حرف بزنم. یعنی خودت مشهدی هستی؟ مزیار. ها ما مشهدی هم. ها مشهدیه. هم شهری مویه. واقعا؟ ها بگه. شما نمیخواد مشهدی صحبت کنید. چرا خوب صحبت نمیکنه مشهدی؟ خوب صحبت نمیکنه شادی؟ ببین بعضی ها دیدی تلاش میکنن که لهجه، مثلا بخوای کبکی صحبت میکنن یه لویی آخرش میگن که مثلا بگن ما داریم کبکی حرف میزنیم و اصلا نمیچسبه. شادی هم درسته ولی قشنگ معلومه بلد این کار نیست. هایره. من شروع میکنم رشتی صحبت کردن. شما دوتا الان مشهدی صحبت میکنی، منم شروع میکنم رشتی صحبت کردن. رشتی تو من خونواده دیگه، کل خونواده از رشت. خلاصه همیشه یادمون بازار رشت هستم و شهرداری و خلاصه او شیپوراندرن و اینا رو همه رو بلدم. باریکلا. دیگه تو کانادایی البته خودت. من دیگه آره از بعد دیگه سن خیلی پایین اینجا اومدم دیگه، از 12 سالگی که از ایران اومدم بیرون و دیگه خیلی وقت اینجا هستم دیگه، جای مختلف اینجا هستیم دیگه. بار با هم بالاخره یه جوری میست. ولی خب فارسی رو پاس داشتم. خوب کردی. نه فارسی هم خیلی خوبه، اصلا نشون نمیده. چون بعضی ها هستن نحکم نداره فارسی یادشون. من خیلی فارسی رو میدونی فراموش کرده بعد از 5 سال. تمام این سالها که اینجا نبودم در کشور نتونستم حرف بزنم. نه یکی انگلیسی هم وسطش بندازی. Of course that, you know, که من فارسی خیلی خوب هست و این زبون حافظ رو که من بلد هستم. آره. بابا الان داری میکنی بگو برامون مازیار. ها آره، الان هم یه ماه پیش قرنطینه اجباری شد و همه رفتیم تو خونه، منم یه طرحی شروع کردم، یه ویدیو آرت دارم درست میکنم، یعنی دارم درست میکنم که امشب تموم شد، کارش تموم شد و احتمالا فردا آپلودش میکنم. و شما ولی شما چون 2-3 روز بعد از من احتمالا آپلود میکنید، این حرفا باره گذشته است، یعنی الان که بقیه میشنون من چند روز آپلودش کردم. اسمش احتمالا هست من در قرنطینه و یه PSA راجب ارتباط من هر منی که خودش
وجود داره با دیگران. اما باور دارم در گردش چرخ دنیا همیشه بعد از زمستون بهار اومده و باز هم خواهد اومد. و در اون بهار ای دیگری ناشناس من، دلم میخواد من رو دوست خودت بدونی و با هم مایی بسازیم که صدای خنده هاش گوش فلک رو کر. و یه چیزش ویدیو آرته و شعره و سعی کردم که تصویرش هم شعری باشه، امیدوارم که بقیه هم خوششون بیاد، دلشون رو گرم بکنه. ناله خیلی زحمت کشید مازیار واقعا روی این کاری که داره انجام میده درگیره و خب دائما ماها بهش گیر میدیم ای بابا حاضر نشد دستت، میدونی خیلی ادیت کار سختیه و کاری هم که مازیار داره میکنه سخت‌ترش میکنه، حالا میبینی نتیجه رو متوجه میشیم. آره انشالله که بقیه خوشیم بدی هلوهوش. فکر کنم که 3 هفته است دارم کار میکنم روش، ولی خب به هر حال 17-18 نفر آدم وقت گذاشتن و ویدیو فرستادن و ویدیو ضبط کردن، حالا اون متن رو آماده کردن و فرستادن و خوندن و روش کار کردیم و مودش هم موده که چون همه تو خونه خودشون با دوربین خودشون گرفتن، مود قرنطینه توی تصویرا هست، توی توی تکسچر تصویر این مود قرنطینه وجود داره. جنس تصویر منظورم، حالا تکسچر رو چی باید بگم؟ بگو تو فارسی شو. جنس دیگه. نه دیگه تکسچر جنس نیست دیگه. علی چی میگم به تکسچر تو فارسی؟ برشتی؟ برشتی زده. تکسچر میشه؟ تکسچر. آره دیگه همون تکسچر. چیزی که میشه لمس کرد. نه لمس کرد. آفرین. آره. یه چیزی توی تصویر که شما میتونی با چشات لمس کنی. اوکی. باش. و من متوجه شدم. آره با بچه‌های شکوره شهرزاد کار کردیم، با آرشینو و آره خیلی کار خوب، یعنی امیدوارم که منم پارت خودم رو خوب انجام داده باشم، حالا معلوم میشه. حتما کار خوبی شده. جان؟ جادی تو هم هستی توش؟ بله. بله بله. جایی هست که نباشی تو؟ این نشون از بیکاری من داره علی جان. بچه ها به من لطف دارم پیشنهاد که میدم، منم میتونم میرم خلاصه. خب کارم خوب انجام میده، شادی موتیویتده، یعنی با انگیزه است و روحیش خوبه و دل به کار میده، خوب کارش انجام میده، همه دوست دارم باش کار بکنم. لطف داری، مرسی. من تو خیلی الان دارم خجالت میکشم، میخوام بحث عوض بکنم. خب و اینکه صحبت کردی از رنگین کمان و رنگ‌های رنگین کمان که پشتته و من چند روز پیش رفته بودم 10 دقیقه قدم بزنم بیرون، تمام خونه‌های اطراف ما پشت پنجره‌هاشون رنگین کمان کشیدن و گذاشتن. فکر می‌کنم که تیم توی کل مونتریال همه‌گیر هستش این قضیه و احتمالاً دور و بر خونه شما می‌خبرا هست، درسته؟ بله من اندیجی زندگی می‌کنم، تمام مغازه‌های راسته اندیجی. امروز بعد از 10 روز رفتم از خونه بیرون، تو کوچه تو خیابون همه مغازه ها اینجوری رنگین کمونه رو کشیدن و خیلی هم قشنگ بود. چقدر جالب. و میدونی این ایده از کجا اومد؟ یه خانم ایتالیایی که مهاجرت کرده بود به کبک سیتی. چون اینو توی ایتالیا موقع پاندمی که شروع شدش تو ایتالیا از رینبو استفاده میکردن، از چی میشه رینبو؟ یادم رفت. رنگین کمون از رنگین کمون استفاده میکردن. آره بعد زیرش هم به ایتالیایی نوشتن که همه چیز خوب خواهد شد. بعد این خانم اینو توی اینترنت دید، خیلی خوشش اومد، تا تماس گرفت با کسایی که درست کرده بودن و اون گفتش که میتونی استفاده کنی، استفاده کرد، به فرانسه ترجمهش کرد و بعد دخترش اینو با نقاشی کشید، اینو گذاشت رو اینترنت رو فیسبوک، بعد کسایی که دوستاشون بودن شیر کردن اینو همه جا. جالب. مونتریال پخش شد دیگه این موضوع. زیرش آره. چون آخه من فکر کنم از خود تو شنیدم علی که این قضیه فقط انگار تو مونتریاله و خیلی استانهای دیگه کانادا ازش خبر شاید نداشته باشن. آره بیشتر تو کبک. آره کبک یا مونتریال فقط؟ فکر کنم کبک سیتی هم هست، کبک سیتی هم مونتریال فکر کنم. آره اوکی. پس ساینی یه علامتی هستش برای کبک احتمالا، به امید، برای امید. درست. و خب خیلی، چون منم یه گوشه عکس پروفایلم یه رنگین کمون گذاشتم به همین نشانه و خیلی از من سوال میپرسن و اشتباه میگیرن با یک قضیه دیگه، همجنسگرایی ها. بله بله.
و خب با همه احترامی که من برای همجنسگرایان قائلم و با همه آزادی ها و اصلا نمیخوام وارد اون قضایا بشم، خواستم بگم که این رنگین کمان به نشانه امید هست و فکر کنم که اشتباه گرفتنش با پرچم همجنسگرایان زیاد درست نباشه. حالا اشکالی هم نداره ها، یعنی این که میخوام بگم که این مثلا چون رنگین کمون بعد از بارون در میاد و خورشید که میاد بیرون، رنگین کمون میتونه نشونه امید باشه که داره هوا بله. خوب میشه و اوضاع خوب میشه و اونم نشونه رنگین کمون، اینم رنگین کمون، البته منم همجنسگرا نیستم ولی اینم رنگین کمون نشونه دایورسیتی و تنوع سلیقه است. فکر میکنم که خیلی هم دور از هم نیستن، حتی اگه حالا بی ربط باشه نمیدونم. آره. ولی حالا رنگین کمون یه منحنی داره و در حقیقت پرچم همجنسگرایان از رنگ‌های رنگین کمون استفاده کرده. شکل رنگین کمون نیست علامتش. اوکی. بله 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 آره، چون در واقع اینا فقط رنگاش رنگ رنگین کمونه و اون قوسو توی پرچمشون ندارن. یه چیزی یادم اومد، میدونید توی یه لغت دیگه تو فارسی به رنگین کمون چی میگیم؟ قوس قزح. قوس قزح. آفرین. قوس قزح. بابا. بله. ببین نمرمو 20 گرفتم. خوب بود، خوشم اومد. بعد عمودیه افقیه یا اینطوری دایره از این دایره است چجوریه؟ یه سه چهارم دایره است. سه چهارم دایره است. دور میزنه آره از اینم میاد. چقدر جالب. حالا دیگه بالاخره هر کسی که هر جوری دوست داره میتونه این رنگین کمون رو برداشت کنه دیگه، درسته؟ حالا آره، من که چون طبقه 21 هم پوینتی نداره رو پنجره بکشم، کسی از پشت پنجره رد نمیشه، یعنی کسی رد بشه احتمالا قبلش امیدش ناامید شده داره فرود میاد پایین دیگه، شانس زیاد نداره که رنگین کمون بهش کمک کنه. شدی در برای عکس